از اون قدیم ندیما خانوما مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد خانواده نقش پررنگی داشتند. از فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری گرفته تا صنایع دستی و هنری، اونا با رعایت و پایبندی به همه چارچوب‌ها به اقتصاد خانواده کمک می‌کردن و حتی بعضی‌هاشون پا رو از این فراتر می‌ذاشتن و دست به کارآفرینی می‌زدن. برای مثال میشه به بزرگ بانوی اسلام حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها اشاره کرد. ایشون دارای یکی از بزرگترین کسب و کارهای شبه جزیره عربستان در روزگاران قدیم بود و شاید بیش از ده‌ها خانواده از حاصل فعالیت ایشون امرار معاش می‌کردند. در ایران قدیم هم زنان در بخش‌های مختلفی مثل کشاورزی، دامپروری، نخریسی، صنایع دستی، خیاطی، قالی‌بافی و این قبیل کارها فعالیت داشتند و از این طریق به اقتصاد خانواده کمک می‌کردند. این روزها با پیشرفت علم و فناوری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی دیگه نمیشه بیخیال مشارکت نیمی از افراد جامعه یعنی بانوان در عرصه‌های اقتصادی کشور شد. کشور ما در سال‌های اخیر با رشد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و خلاق پیشرفت‌های قابل توجهی کرده و نکته جالب توجه اینه که تعدادی از این مؤسسات با مشارکت بانوان ایجاد شدن. از اونجا که در سال‌های اخیر اکثر فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه‌های مختلف بانوان هستند که در انجام کارها دقت و مسئولیت پذیری بالایی هم دارند، اگه بشه به نوعی این حضور پررنگ و مدیریت کرد، میتونه نتایج خیلی خوبی در توسعه کارآفرینی و کسب و کار عاید کشور کنه. چرا که بانوان و مادران کارآفرین علاوه بر این که به توسعه اقتصادی کشور کمک میکنن، میتونن فرزندان کارآفرین تربیت کنن. به همین خاطر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دست به کار شد و برای توانمندسازی بانوان برنامه توسعه زیست بوم بانوان فناور و خلاق را ابلاغ کرد تا در سطح کشور با شناسایی زنان فناور و خلاق زمینه‌های رونق کسب و کار اونها و در نتیجه توسعه اقتصادی و علمی کشور را فراهم کنه. برخی از اهداف این برنامه عبارتند از الگوسازی و توسعه فرهنگ کارآفرینی از طریق معرفی بانوان فناور و خلاق موفق، راه اندازی مراکز نوآوری و شتاب دهنده های ویژه بانوان برای تقویت زیر ساخت توسعه، برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره کسب و کار برای توانمندسازی بانوان فناور و خلاق، شبکه سازی برای همافزایی دستگاه های اجرایی کشور برای توسعه نقش بانوان در اقتصاد دانش بنیان، معرفی توانمندی های بانوان فناور و خلاق در سطح بین المللی. جهت همکاری و کسب اطلاعات از این برنامه به پایگاه اینترنتی women.isti.ir مراجعه فرمایید.